توی تاریخ سینما بازیگران خوب کم نداشتیم، بازیگرانی که بازی های واقعا خوبی داشتن، در موردشون سالهاست که داره صحبت میشه، اما در این حال بازی های خیلی بد هم داشتیم که کمتر در موردشون صحبت شده. توی این ویدیو چند تا مورد در مورد بازی هایی که خیلی بد بودن و خیلی به چشم اومدن میخوام صحبت کنم. بریم ببینیم چه خبره. توی دهه 80 نینجا خیلی محبوب بودن و فیلم‌های زیادی در موردشون ساخته می‌شد. قریب اتفاق این فیلم‌ها فیلم‌های ضعیفی بودن و خیلی نمی‌شدشون حساب کرد. ولی فیلمی که امروز می‌خوام در موردش اینجا صحبت کنم فیلم اینتر دی نینجا هست با بازی آقای فرانکو نرو که همین چند وقت پیش آورده بودیمش جشنواره فیلم فجر رو، خلاصه که کلی ازش پذیرایی هم شد. با صحبت در مورد نینجا داغه بریم یه سکانس از فیلم نینجا کامندمنت هم ببینیم که این یکم خیلی بامزه است. حالا میتونیم به نینجا سخت نگیریم، به هر حال بازیگر حرفه‌ای نبودن، ولی فیلم تاف گایز دون کرای مشمول قضیه نمیشه. بازیگر نقش اصلی فیلم رایان اونیل هست، همون ستاره فیلم لاو استوری، که میره کنار دریا. اینجا یه نامه بهش رسیده، اون نامه رو میخونه. واکنش اونیل فوق‌العاده است، واکنش فیلمبردار هم فوق‌العاده است، اصلا یک سکانسی به هم زدن که دیدنش خالی از لطف نیست. فیلم بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم سامورای کاپس. این فیلم فوق‌العاده است، یعنی سکانس به سکانس این فیلم، موسیقی سکانس به سکانس این فیلم بازی های بد داره. یک دفعه یکی تو دوربین نگاه میکنه، یک دفعه یه جا کاغذ چسبوندن بازی که از روی اون کاغذی که رو دیوار چسبیده دیالوگ میخونه، یه سری اکشن عجیب و غریب داره، اصلا یک میگم یک فستیوالی از چیزهای اشتباهی که دیدنشون خیلی بامزه است. در واقع یه چند تا سکانس از این فیلم هم بریم ببینیم. Come back here, you motherfucker! Bitches, that we respect the Japanese of this country who are honest businessmen. And yeah, this is the land of opportunity for legitimate business, not for death merchants who distribute drugs to our children through schools and on the streets. خب از حال هوای فیلم سامورای کاپ خارج نشیم، یه فیلم دیگه داریم به اسم سایلنت نایت، ددلی نایت 2. یک سکانسی در این فیلم وجود داره که بازیگر نقش اصلی برای خودش راه میفته تو خیابون، همه رو میکشه و هر حال میخنده، یعنی در واقع هر قدمی که برمیداره یه دونه خنده شیطانی از خودش نشون میده که واقعا سکانس موسیقی واقعا خیلی جذاب در اومده. در اینا این فیلم در واقع شهرتش اصلا به خاطر همین بازی بدشه که هنوزم موندگار، هنوزم ازش به عنوان میم استفاده میشه توی خارج از کشور. و بریم ببینیم دیگه، بریم ببینیم چه خبره. ترول دو هم یکی از اون فیلم هایی که به خاطر بازی بد بازیگراش شناخته میشه و مخصوصا یه سکانسی داره که یکی اونجا داد میزنه او مای گاد، و این او مای گاد بعد از چند دهه هنوز که هنوز فراموش نشد و تمام تماشاگر این فیلم رو به خاطر این سکانس یادش میاد. بریم ببینیم.
نمیتونیم در مورد بدترین بازیگرهای تاریخ سینما صحبت کنیم و اسمی از تامی وایزو نیاریم. تامی وایزو توی فیلم The Room یکی از بدترین بازیه که شما میتونید در یک فیلم سینمایی ببینید رو به نمایش گذاشته، ولی در این حال موقعیت این فیلم کمی متفاوت از فیلم‌های دیگه لیستمونه. این فیلم محبوب دل تماشاگر آمریکاییه. میرفتن داخل سینما مینشستن به بازی و موقعیت‌هایی که در فیلم نمایش داده میشد میخندیدن و در واقع میشه گفت فیلم موفقیه، یک فیلم آماتوریه که مردم پول پرداخت کردن رفتن سینما دیدن و در واقع حتی میشه گفت چند برابر هزینه ساختش رو در آورد. بریم چند تا سکانس از فیلم ببینیم. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. You're just a chicken. Chip 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 chip. What a story, Mark. You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa. You can love someone deep inside your heart and there is nothing wrong with it. If a lot of people love each other, the world would be a better place to live. بدترین بازیگری تاریخ سینما بدون استثنا میرسه به اون آقایی که توی فیلم دختر کاراتکار سعی میکرد بمیره، گاهی میچسبید به دیوار، گاهی تیر میخورد، غلط میزد، گاهی داد میزد و نمیمرد حقیقتا. و یه سکانسی رو رقم زده که هیچ‌وقت کهنه نمیشه حقیقتا، بعد سالها هر چیزی که میبینیم تازگی داره و جذابه. بریم این سکانس رو ببینیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که بازی‌های خوب ببینید و لذت ببرید. دم شما گرم و میبینمتون.